أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. السلام و ادب دارم خدمت همه شما مؤمنین. بعد تسلیت دارم به مناسبت ایام 40 ابو عبدالله حسین علیه السلام. خب از حسن تصادف خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی حریزاوی، یکی از اساتید حوزه و یکی از دلسوزان طلبه ها که خیلی واقعا خودشان و خانواده ایشان و همسرشان سالهاست که در خدمت طلاب، مخصوصا طلاب خارجی هستند و کمک های بیدریقی کردن، و ما میخواستیم یک سری از کارهای ایشان را هم به تصویر بکشیم، ولی ایشان راضی نشدن از اون اخلاص و اینهایی که دارن. یک داستان خیلی زیبایی را ایشان نقل کردن که ما میخواستیم ضمن عرض سلام خدمت ایشان، میخواستیم که این داستان از زبان خودشان نقل بکنن. آجا سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. حاج آقا بسم الله الرحمن الرحیم. داستان ما از این قراره نقل میکنن. ما این داستان را از این باب خدمت دوستان میگیم که انشاءالله هم خودمون عامل باشیم، هم دوستایی که میشنون برگردن به فطرت پاک خودشون و انشاءالله عمل بکنیم ما هممون، و باعث ترویج فرهنگ اسلامی که ما اولاتر هستیم نسبت به اون، نسبت به کسای دیگه، به غرب و کسای دیگه که انصاف دارن تو کاراشون اینا بعضی هاشون. و اینکه یک رانندهی نقل میکنه، من تو تاکسی تلفنی کار میکردم و عادت من این بود که هر کس که مسافر من میشد، من ادب اقتضا میکرد که خودم، یعنی این عادتمه، جز عادت کاریم بوده، ادب اقتضا میکرد و من میرفتم در برای اون مسافر خودم باز میکردم و باش خوش برخوردی و خوش رفتاری میکردم در ماشین، و با هم دیگه طوری گپ میزدیم که با هم دیگه انس میگرفتیم. و وقتی میخواست پیاده بشه، بازم من وای میستادم تو اون ایستگاه یا محلی که ایشون میخواد بره پیاده بشه، وای میستادم و من در براش باز میکردم با احترام و ادب، و هیچ وقت هم قبول نمیکردم که کرایه بیش از خدمت شما عرض بکنم حق خودم به من پرداخت بشه. این کار من سبب شد که مردم هر کس زنگ بزنه به اون تاکسی تلفنی درخواست من میکنه. حتی بعضی وقتا بهشون میگن آقا نوبت آقای فلانی یک ساعت دیگه است، میگن بازم صبر میکنیم. و این سبب شد که این دوستای همکار من از این کار من ناراحت بشن، بگن آقا شما کاری کردی که به قول خودشون ایجاد توقع کردید و مردم ما رو الان نمیخوان. گفتم من عادتمه، دوست دارم من اینجوری بکنم برای مسافرین خودم. تا بالاخره من وقتی دیدم سبب ناراحتی دوستا و همکارم میشه، به صاحب تاکسی گفتم من از اینجا میرم و میرم یه شغل دیگه انتخاب میکنم. با ناراحتی صاحب کارم و اینا و دوستان، بالاخره منم رفتم کارم عوض کردم و رفتم در یک خدمت شما عرض بکنم کارواشی که ماشین شویی هستش، اونجا کار میکردم و شروع کردم کار کردم. از حسن تصادف یکی از آقایونی که اومد یک روز که ما ماشینشو بشوره، اون آقا خدمت شما عرض بکنم صاحب کارخونه ای بود و من نمیشناختم که صاحب کارخونه است، فقط داشتم ماشینشو تمیز میکردم و اونیش میشستم با حسن انصاف و آنچه که خودم اعتقاد دارم. این آقا به قول خودش خوشش آمد و اضافه بر پول کارواشی که داد پرداخت کرد برای صاحب کارم، به من به قول خودش یه هدیه داد، یک انعامی داد. من گفتم آقا من این قبل نمیتونم قبول بکنم، من کار اینجوری انجام فقط برای شما نیست، برای همه این کارو میکنم. این صاحب ماشینه یکم تعجب شما، و من گفت وقتی شما اینو قبول نمیکنه، این کارت ویزیت منو داشته باش، معرفی منو، هر وقت فرصت کردی به این آدرس من و شماره تلفن من زنگ بزن، دلم میخواد تو رو ببینم. تا بالاخره من یک روزی که کارم سبق بود و تونستم اجازه بگیرم، رفتم سراغ اون بند خدایی که ماشینش شستم و گفت بیا طرف من. رفتم و دیدم یک جای خیلی درندشتی هست و به قول گفتنی کارخونه است مشخص شد. بعد وقتی اون کارت نشون نگهبانی دادم، گفت آقا این رئیس کارخونه است. گفتم خب بهش زنگ بزنید بگید فلانی که ماشین شما رو شست و شما گفتید هر وقت فرصت کردید
گفت منم گفتم اونا وقتی بهش گفتن گفت بذارید بیاد تو. رفتم تو و به من گفت که شما آقا از فردا استخدام اینجا، راننده من هستی. گفتم نه آقا ببخشید، من فردا نمیتونم، میام پیش شما کار میکنم، راننده شما میشم، اما من دو ماه دیگه من تعهد دارم پیش اون بنده خدا طبق قرارداد خدا و من نمیتونم خراب بکنم، من قراردادم که تموم میشه میام خدمت شما. گفت اینم باعث تعجب بیشتر اون آقا شد و ما وقتی تمام شد اومدیم و من گفت دیگه شما راننده نیستید، شما مدیر تولید کارخونه من هستید. گفتم خب باید ببینم کار را، و بالاخره کار را دیدم و مسلط به کار شدم و کارخونه از چندین برابر تولید خودش بیشتر شد و رونق خوبی پیدا کرد و صاحب کار من خیلی خوشحال شد و به قول خودش و گفت که اولین بار من اینجور آدم های اینجور میبینم مثل شما که کار مال خودش نیست ولی انصاف به خرج میده. از اون طرف بالاخره شهرت پیدا کردم در حسن کار و نمیدونم مدیریت کار، و در وقتهای خالی خودم غیر از کارخونه من چندین کارخونه را مشاوره میدم. من میخوام از این داستان این حسن استفاده را بکنیم. مسلمان ها، بزرگواره که شما دارید حرفای ما رو میشنوید، هر کدوم از ما، چه من آخون، چه شمای راننده، چه شمای خیاط، چه شمای نمیدونم کارگر، موسا، تعمیرکار، هر کدوم خودمون اگر انصاف به خرج بدیم در کار خودمون، هم برکتش و خیرش به ماها و زندگیمون میرسه و حسن عاقبت برای بچه هامون و لقمه حلال به خونه میبریم، هم آثار اینجور داره. همینجوری که اهل بیت میگن شما کونو دعات للناس به خیر السنتکم، یعنی شما دعوت کننده مردم باشید، به غیر از زبان خودتون حرف نزین اما عملتون دعوت کننده به خیر باشه. امیدوارم که خدا لطف بکنه که ما عامل به همین حرفایی که زدیم باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب خیلی ممنون آجا، این حرفای شما و این داستان به یاد دستور حضرت آیت الله العظما سیستانی انداخت بنده رو که محضر ایشان در سال 2018 رسیده بودیم. ایشان هم به نحوی فرمودن که هر کس در هر کاری هست، اونی که دکتر هست اگر خوب طبابت بکنه، اونی که مهندس خوب ساختمان بسازه، اونی که کارگر هست در کارش خبره باشه و اون کارش رو به نحو احسن انجام بده، خودش تبلیغ اسلام هست. نیاز نیست بگه من مسلمان هستم اسلام دین خوبه، یعنی هر کس در هر پستی که هست کارش رو خوب انجام بدهد خودش تبلیغ اسلام است. مخصوصا مخاطبین ما بیشتر در کشورهای غیر اسلامی هستن. یک مطلب دیگر که در ایام اربعین به ذهن رسید این است که الحمدلله که شما در این راستا کمک میکنید و فرمودید که تا نیمه های شب گذرنامه های طلبه ها را آماده میکردید که برن اربعین ابا عبدالله حسین علیه السلام. خب الحمدلله از سراسر عالم هزاران زائر از کشورهای مختلف به اربعین ابا عبدالله حسین علیه السلام با هزینه های بسیار زیاد میرسند، یعنی بعضا بلیط هواپیما 3000 4000 دلار هست، هتل هایی که میگیرن همینطور. خب ما یک طرح را چند سال قبل دادیم، گفتیم حالا این همه هزینه میکنید، یک 200 دلار بیشتر یک زائر دلسوخته ای که نمیتواند و برای اولین بار میخواد کربلا برد از ایران، فقط همین هزینه اتوبوس ایناشو بپردازید که هم خود شما برید هم نائب شما، شاید دعای نائب بیشتر مستجاب بشه. و یا بعضیا پیرمرد شدن، پیرزن شدن، دکتر اجازه نمیداد یا کار دارد بالاخره به هر دلیلی نمیتواند خودش بره. ما گفتیم خب بالاخره یکی دو تا نائب شما بفرستید، حالا از ایران که خیلی آسان‌تر هست، حالا بعضیا که اگر توانی بیشتر دارد که از افغانستان اینجا، خب هزینه‌اش بیشتر است، حداقلش از ایران با 200 دلار همون هزینه رفت و برگشتش میشه و اونجا هم خب خیمه ها هست و سفره امام حسین علیه السلام هست، هتل و اینا هم نیاز نداره. در این رابطه هم اگر شما چون در کار اربعین ابا عبدالله حسین علیه السلام هم هستید، شما اگر توصیه دارید مخصوصا بر مؤمنین و متدینین که الحمدلله دستشان یک مقدار باز هست و در کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ما تایید فرمایش حضرت عالی در روایت داریم از امام صادق سلام الله علیه که هر کس به هر مقداری که تونست، اگر تونست همه هزینه رو پرداخت بکنه، اگر نتونست چند نفر با هم دیگه جمع بشن و هزینه پرداخت بکنن،
روایت داریم از امام صادق، اون مال اون طرف هم بر میگرده براش، هم مضاعف بر میگرده برا اون طرف، بلکه و از اون طرف دفع بلاهایی که بر این شخص میخواد نازل بشه به وسیله همین کمکی که کرده میتونه به ایشون برگرده. و ما بعضی از علمای قدیم و شاید جدید هم احتمال هست که میگن اصلا زیارت امام حسین در یک سال یک بار واجبه، بعضی ها میگن. خب اگر ما نتونستیم یا نه خودمون میریم، به قول آنچه که حاج آقای بختیاری فرمودن، دعای آدم ها ما در روایت داریم، دعای آدم ها شاید برای خودشون مستجاب نشه، ولی اگر دیگران برای اونا دعا بکنن یقینا مستجاب میشه و انشاءالله در حق اونا خیلی از چیزها هم از نظر مال هم از نظر دفع بلا در حق اونا مستجاب میشه. و ما حاضریم واسطه بزرگوارایی بشیم که میخوان بالاخره به هم یا طلبه یا غیر طلبه میخوان نائبشون باشن و انشاءالله برن زیارت و تقبل بکنن کل هزینه ها، بعض از هزینه ها واسطه بشیم که این هزینه ها را با اون آقایون یا خانم ها برسانیم، که زائر اول هم داریم و زائر مکرر هم داریم، زائر اول که اولاتره و انشالله که خداوند تبارک و تعالی با اونایی که انفاق میکنن و به مایی که واسطه میشیم برسانیم توفیق ما را بیشتر بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احسن، خیلی ممنون. همین اخیر السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین جميعا و رحمت الله و برکاته. انشاءالله که همه بینندگان را ما در بین الحرمین ملاقات بکنیم و ببینیم، با امیدی که انشاءالله با ظهور آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همه ما در حرمای اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله پای روزه خود امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مأموم امام باشیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.